بسم الله الرحمن الرحیم میایم بالای مینوها مینوی فایل اولا نیو چیکار میکنه سفر نامه میکنه مثلا ما در صفحه خود ناشته دارم متن دارم من نمیخوام این متن باشه میایم بالای مینوی فایل نیو کلیک میکنم میگم آیا میخوای ساب بکنی یا اگر بگی ساب میشن نو ساب نمیکنه کنسل هیچ نمیخوام سفر نامه بکنم نو کلیک میکنم صفحه مود شد ناو شد و یا از طریق شارتکت چکار میگیرین کنترل نمیزنین صفحه ناو میشه اوپن چی میگنه فایلتان که ثبت کرده باشین قبلا بر شما باز میکنم مثلا ما ایره میخواییم ثبت بکنم بالای سیف کلیک میکنم فایل ما چی میشه ثبت میشه در سیف میتونم یک بار ثبت بکنم ولی در سیف از میتونم چندین بار به چندین نام یک فایل ثبت بکنم به نام SSD در صفحه دستوب ثبت شد حالا میم بالای سفر نام میکنم میم بالای مینوی فایل میگم چی اوپن شما فایلی که قبلا ثبت کرده بودم کدام بود اینی فایل اوپن فایل برای ما باز کرد باز هم بالای مینوی فایل میم سیو است سیو است با چندین نام برای ما ثبت میکنن یک فایل البته میتونین هر فایل رو خواسته باشین با چندین نام ثبت بکنین مثلا به نام FF در صفحه دسکتاپ برای ما چی ثبت شد هر قدر که خواسته باشین میتونن که سیو است بکنن 20 تاب سفر تنظیم میکنن پیپر سایز اندازش انتخاب میکنین هر اندازه که خواسته باشین A4 A5 و یا هر قسم دیگه که ورق شما باشه میتونین اندازه رو انتخاب بکنین سورس منبعش است که خودش انتخاب می باشه دیفالت تری اورینتیشن ورق شما و یا صفحه شما به شکل افتاده و یا استاده باشد از این انتخاب میکنه پورتریت عمودی باشد لندسکیپ افقی باشد لفت مارجین ساشیمیتی به اینچ اندازه میشه مثلا به اندازه 4 اینچ باشد طرف چپش طرف بالایش به اندازه 3 اینچ باشد پایینش مثلا 2 اینچ فاصله داشته باشد از کنجا البته باتم پایینش مثلا به اندازه 1 اینچ فاصله داشته باشد ببین چقدر تغییرات آمد خب هیدر فوتر است که میتونید اینجا هیدر فوتر تان رو ناشته بکنین یعنی سرخط و پایین خط تان رو ناشته بکنین پرینتر میبره شما رو در پرینتر و اوکی هم تطبیق میشه کنسل بالای مینوی فایل میایم پرینت بر ما چاپ میکنه کنترل پی شارتکت شد بالای پرینت کلیک میکنیم در اینجا میتونیم پرینتر تان رو نامش انتخاب بکنین اد پرینتر پرینتر اضافه میکنه پرینت تو فایل کدوم فایل دیگه اگه داشته باشین اینو کلیک میکنیم فایل شما رو برای شما از اینجا چی میکنه پرینت میکنه در اینجا موقعیتش نشون میده کامنتش نشون میده و فایند پرینتر پرینتر رو پیدا میکنه پرفرنس ها میتون تغییرات بیارین ورق تان رو میخواین اندازش تغییر بدین مثلا طرف مثلا برش چقدر باشه و یا ارزش و ارتفاعش چقدر باشه بر اندازه که میخواستین اینجا تغییر میدین پورتریت مودی باشه استاده باشه لندسکیپ افقی و یا افتاده باشه ادوانس هم شما را در اینجا میبره که شما میتونین شکلش انتخاب بکنین به شکل یعنی پرینتش بکنه به شکل تی آی اف و یا شکل دیگه براوز هم میتونین فایل دیگه تون از دیگه جا بگیرین ابار دربارش معلومات است خب فایند پرینتر برای شما پیدا میکنه میتونین نامش رو نشته بکنین پرینتر برای شما پیدا میشه پیج رنج آل مثلا 20 صفحه دارین تمام صفحات برای شما چی میکنه پرینت میکنه پیج البته اگر آل انتخاب باشه سلکشن تا نام جایی را که شما انتخاب کرده باشین مثلا در یک صفحه مثلا شما یک بخش از رو میخواین که پرینت بکنین نمو جای انتخاب میکنین میان بالای سلکشن ای را کلک میکنین و شما را بر شما مو جای چاپ میکنه پیج صفحات را مثلا 20 صفحه از شما میخواین صفحه 5 و 6 شما پرینت بکنین نشته میکنین 5 کما میتین 6 و یا هر صفحه دیگه را که خواسته باشین کرنت پیج صفحه که هستین مثلا 40 صفحه در صفحه 30 هستین تنها صفحه 30 بر شما چی میکنه پرینت میکنه اگر در صورتی که کرنت پیج انتخاب کرده باشین نمبر اف کپیز چند کپی برتان بکشه از هر صفحه و یا هر ورق مثلا 4 کپی کلیت اگر انتخاب باشه به شکل منظم بر شما کپی میکنه و اگر نباشه بر شما اول از اول 2 کپی میکشه یا 4 کپی میکشه باز از 2 باز از 3 اپلای میگن درخواست میکنه پرینت چاپش میکنه کنسل میشه برای میام در مینوی فایل اگزیت از پروگرام خارج میکنه